نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز جمعه 9 ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با دلیل نامیده شدن روز 9 ربیع الاول به عنوان قدیر ثانی فرمودند، قدیر ثانی به مناسبت روز اول امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نیست، چرا که روز اول امامت آن حضرت روز 8 ربیع الاول است، بلکه این عنوان برای اتفاق مهمی است که در روز 9 ربیع الاول رخ داده است. ایشان در ادامه فرمودند عنوان قدیر ثانی بر اساس روایتی از احمد ابن اسحاق از امام هادی علیه السلام است که آن حضرت از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل فرمودند. این روایت که چند صفحه و مفصل است در بهار الانوار و جامع احادیث و شیعه آمده و اسمایی برای این روز ذکر شده که غالباً طبق این روایت عمل کردند و مطابق با آن در کتاب عروت الوثقی و حواشی آن و سایر کتب فقهی فتوا دادند. معظم الله همچنین تأکید فرمودند از جمله اسمایی که در این روایت از امیرالمومنین علیه السلام ذکر شده قدیر ثانی است که از قدیر اول به عنوان تولی و از قدیر دوم به عنوان تبری میتوان برداشت نمود. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. نه ببینید تو روایت هست حضرت امیر صلوات الله علیه بنابر قاعده تسامح فرمودن این را. وقت ممکنه سوال بشه که این چه ارتباطی با قدیر داره که قدیر ثانی گفته شده؟ قاعدتا مسئله تولی و تبریه، قدیر اول تولیه، قدیر ثانی به این لحاظه چون تولی و تبری این دوتا با همه. حضرت فرمودن تولی اومد به حضرت امیر علیه السلام، عرض که چند تا شاید 10-12 تا بیشتر روایت باشه، من یه جای جمع ندیدم این روایات را. نه نه ببینید قدیر اول یعنی ولایت اهل البیت علیه السلام ائمه 12 ولا غیر، این میشه تولی. نه میدونم وقتی که حضرت خودشون فرمودن یوم القدیر الثانی، من عرض میکنم فرمایش حضرت کلمه ثانی به لحاظ تبریه، یعنی این بچه دیگه به ذهنم نمیاد. آخه مثلا حضرت حجت مال روز 8 نه 9 یوم القدیر الثانی تو روز 9 من ربیع الاول، آخر ولایت تولی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف روز 8 نه روز 9، روز 9 روز فرداشه. وقت تعبیری که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن یوم القدیر الثانی قاطعا به لحاظ همین خود تبری که منافات نداره. علا کل خوروایت داره، مشهور فقها هم از شیخ مفید تا امروز به این روایت عمل کردن، لحالا توش داره غسل مستحب در روز 9 ربیع الاول غسل کردن. ببینید از شیخ مفید بگیرید تا امروز مشهور فقها گفتن مستحب غسل کردن در روز 9 ربیع الاول و تنها مدرکش همین روایت.